شما همچنان در امریکا بودین تا سال 88، درسته؟ بله. موازه هم موازه همچنان اصلاح طلبانه و طبیعتاً مخالف دولت های احمدی نژاد. ببین اگه بخوام درست جواب بدم، من خودم یه ژورنالیستی تعریف کرده بودم که وظیفه دارم در حوزه ژورنالیست، در حوزه ژورنالیست بیرون از اون حوزه، یک تحلیلگر بیطرف باشم. یعنی حتی اگر اصلاح طلبی هم. اصلا ممکنه بیطرف بودن؟ نه، بیطرف بودن ممکن نیست. در واقع بذارم بهتر بگم منصف باشم، یک تحلیلگر منصف باشم. به همین معنی دلیلم بود که خود من بارها جنبش اصلاح طلبی رو علیرغم اینکه خودم ذیل اون تعریف کردم، مقاله انتقادی روش نوشته بودم، فکر می‌کردم درستش هم همینه. منتها بیرون از حوزه ژورنالیست، آره، من یک چپ خطایی بودم که اگر قرار بود در بیرون از ژورنالیست فعالیت سیاسی کنم، حالا اونجا فعالیت سیاسی کاملا و شفاف چپ خط امامی بود، اصلاح طلبی بود، ولی معتقدم یک ژورنالیست حق نداره قلمش رو آلوده به رقابت‌های حزبی کنه. به نکردم خودم تا اونجایی که میتونستم تلاش کردم منصفانه طرفین رو نقادی کنم. بسیار. بعد شما سال 88 از چند جهت به نظر من مهمه. یکی اینکه فکر می‌کنم برای طیف قابل توجهی تو ایران از جمله طرفداران جمهوری اسلامی نامتون برای اولین بار میشه گفت سر زبان‌ها افتاد، چون قبلش تو شبکه هما و اینا احتمالاً مخاطبانتون طیف دیگری بودن. درست. سال 88 احساس می‌کنم که خیلی دیگه تازه با شما آشنا شدن که مثلا حالا به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی. و از یه طرف دیگه فکر می‌کنم یک نقطه عطفیه توی در واقع انقطاع شما و اصلاح طلبان. صحیح. شاید هم بشه گفت اصلی ترین موضع شما سال 88 که حداقل من اینطوری یادمه اون مطلبی هستش که دعوت با قتل نداغا سلطان در واقع شما گفتید و مقایسه کردید رفتار سبزها رو در خیابان‌های تهران، حملهشون به پایگاه بسیج، با رفتار پلیس آمریکا با سیاه‌پوستان این کشور. نه. که گفتید که مثلا شما اومدید حمله کردید به پایگاه بسیج، زدین چند نفرم تازه کشتین، باهاتون برخورد خاصی هم نشد، اما اونجا سیاه‌پوستا اومدن یک چندم این کارو خواستن بکنن، قتل عام شدن توسط پلیس آمریکا. این ماجراش چی بود آقای سجادی؟ واقعا تحلیل شما بود یا این چرخش مثلا علت دیگه ای داشتش؟ نه ببینید، خب اون موقع من تو امریکا بودم، خب درست شغلات بس تقلب مطرح شد. من قشنگ یادم فردای انتخابات که هنوز نه آقای احمدی‌نژاد اون راهپیمایی اون تظاهرات معروف و ببخشید اون سخنرانی معروف در تو خس و خاشاک و مطرح کرده هنوز مطرح نشده بود، طبعا راهپیمایی سکوت مطرح نشده بود. درست فردا انتخابات بود که درگیری‌های کوچیکی تو تهران را افتاده بود. من همون موقع یادم تیه تفسیری که نوشتم صراحتاً آقای موسوی رو مخاطب قرار دادم، گفتم حالا بیرون از شایبه تقلب شد یا نشده به من ربط نداره. شما آقای موسوی رای دادید؟ نه نه، من کروبی رای دادم. کروبی رای دادین همچنان؟ تشدهش به کروبی رای دادم، بله. منطب بعد که اون اتفاق بعد از چیز افتاد در چه انتخابات تیم اولی که نوشتم، گفتم حالا بحث شعبه تقلب بریم حلش کنیم، هر راهی قانونی که میتونه حلش کنیم. من تو یک در واقع هشدار دادم به آقای موسوی که تحت هیچ شرایطی مردم رو به خیابون نکش. چرا این حرف رو زدم؟ به این اعتبارم تو مقاله هم گفتم، گفتم ایران به دلیل سری مسائل بسیار طبیعی که در انقلاب پیش اومده روی یک گسلی از نفرت نشسته. اگه این گسل اکتیو بشه، اوردن تو مردم تو خیابون شد، اما جمع کردنش سخته که متاسفانه اتفاق هم افتاد و منجر به خیلی مسائل شد، خیلی تون رویه شما قبولش این که تقلب شده سال 88 اولش؟ اولش آره، من اتفاقا خودم از کسی بودم، چون من کانکشن و ارتباط من با ایران خب شخص آقای کروبی بود. خب یعنی با خود ایشون ارتباط داشتید؟ بله، من بارها با ایشون صحبت کرده بودم. و پس اینکه میگم مشاوره ایشون بودی طرف بیراهی هم نیست؟ نه حالا بالاخره تو صحبت حتما چهار تا مشورت هم دادید بهشون؟ نه اتفاقا خوب شد این سوال مطرح کردین، چون حالا چون معنی مشاوره حتما نیست طرف حکم رسمی داشته. آره ببینید میتونه صحبت کنه، مشورت نه میتونم. اون تا تو اون مقطعی خاطر تو ماشه آقایی بود به نام مجتبی واحدی که ایشون مشاور رسمی آقای کروبی بود و سردبیر روزنامه اصلاح طلب، سردبیر روزنامه آفتاب یزد بود. و ایشون خب بعد از اون ماجرا اومد خارج از کشور و موازه تند اتخاذ میکرد به اسم مشاور آقای کروبی. بعد که بی دلیل مندم که یکی از روزنامه‌ها منو به عنوان مشاور مطرحه، تو این فرمت این در واقع دیده شد که منم مثلا مثل آقای واحدی مشاور رسمی ایشون که ایشون همچین سمتی نداشتم. ما حد اکثر این بود که تلفنی با هم حضوری هم تو ایران که بودیم. دقیقاً شما میگید که از نزدیکان آقای کرد. نزدیکان آقای کرد بودیم که اتفاقا یه جایی هم گفتم یه وقت یه جایی ایشون به من مشاوره هم داد که حالا داستانش این بود که انتخابات مجلس هفتم بود که برای اولین بار وزارت کشور اعلام کرد که ایرانی خارج از کشور هم میتونن نامزد شن.
بعد ما آقای کرابی زنگ زدن یه مشورت گفتن آقا من بشم یا نشم، ایشون توصیه هم که بشو، حتی شهرش هم گفت که از کجا بشی بهتره، بنابراین ایشون به من مشاوره داد به اینا تو من، ولی نه من هیچ وقت مشاوره ایشون نبودم، در حد یک به قول فرمایش شما. خب اون بحث تقلبو میگفتین و اینکه ارتباطتون با آقای کرابی بود؟ آره عرض میکنم خدمتتون که خب من آقای کرابی برده وثوق ما بودن، خب ما هم 13000 کیلومتر از ایران دور بودیم، استخون خود کرده های سیاست تو ایران بحث تقلب پذیرفته بودن، ما هم با ابتدا به ساکن اینو پذیرفتیم که تقلب شده. از خدای کروبی شنیدید؟ نه نه من بعد از درست از فردای انتخابات کلا کانه ارتباطای ما قطع شد، تلفن ها قطع شد، من دیگه اصلا نتونستم مثلا از کسی در ایران شنیدید که تقلب شده؟ نه نه همین کارا خبرها رو از چیز خبرها رو که میخوندید دیگه از خبرها میگفتیم، چون میگم بعد از داستان چیزم بعد انتخابات دیگه اصلا موبایل ها قطع شد، تلفن ها قطع شد، تماسی با اون معنا نداشتیم. خب منم پذیرفتم تقلب شده، منتها یه اتفاقی داشت میافتاد که حالا اگه تقلبم شده بود این اتفاقا رو من نمیتونستم حذف کنم. من همون موقع یادم تلفنی با چند تا از چیزا شخصیت‌های سیاسی که میشناختم قبل از اینکه از تلفن قطع بشه، ببخشید ایمیلی، تلفنی نه ایمیلی، ایمیلی که تماس گرفتم با چند تا از شخصیت‌های قدیمی ژورنالیست تماس گرفتم که آقا یه سری چیزا با هم نمیخوره، چرا ساکتین؟ دوستان گفتن تو داخل نیستی، فضا سنگینه، نمیشه موضع‌گیری الان کرد. من گفتم پس من خودم کار میکنم، که اتفاقا اون موقع روزنامه اعتماد ملی، حزب اعتماد ملی هنوز چاپ میشد. من شروع کردم به تحلیل وقایع کف خیابون تهران طی چهار تا مقاله پشت سر هم بود تحت عنوان تقار شکسته تهران. حالا چرا اسمش بود تقار؟ اشاره به اون جمله معروف که تقاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسلیسان. ما خارج از کشور بودیم که میدیدیم که عملا آشوب تهران چجور در خارج از کشور دوره بهره برداری سیاسی همه مخالفه از اسرائیل و انگلیس گرفته تا ریاض و آمریکا صورت میگرفت. چهار تا مقاله داشتم که تون چهار تا مقاله یه سری مسائل رو مطرح کردم که خیلی اتفاقا اسباب ترش روی دوستان شد، ولی برجت گفتم من سعی میکنم تو حوزه ژورنالیست منصفانه بنویسم، ولی اون که نقد جبهه خودی هم باشه، که از همونجا یه مقدار تکدر خاطرات، یعنی بعد از این چهار مقاله که در روزنامه اعتماد ملی منتشر بله. کردید از یه سری تکدر خاطرات شروع شد که همینجور عمق پیدا کرد تا رفت جلو.